عطا الله خویانی سخنگوی ولایت ننگرهار افغانستان اعلام کرد ایستگاه رادیویی سنی های تندروی داعش هدف حمله هوایی قرار گرفت این ایستگاه رادیویی در شهرستان آچین استان ننگرهار فعالیت می کرد در این عملیات دستکم کم دوازده تن از عناصر داعش به هلاکت رسیدند و چندین تن دیگر زخمی شدند این رادیو از سال گذشته با نام صدای خلافت شروع به کار کرد و برنامه هایی را برای اشاعه افرادگرایی به زبان پشتو و فارسی پخش می کرد. از سوی دیگر استاندار بدخشان هشدار داد تروریست های خارجی پایگاه های بزرگی را در این استان ایجاد کردند. احمد فیصل بیگزاد در دیدار با نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در افغانستان گفت اکنون 300 تروریست خارجی در استان بدخشان حضور دارند و در شهرستان های واردوج و جرم پایگاه های بزرگی احداث کردند.